عملیات آذرخش کبود ارتش آمریکا. گزارش جنجالی یاهو نیوز از جزئیات کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران به دستور دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا. مقاله تحقیقی نتیجه گفتگو با 15 مقام پیشین و فعلی این کشور که زوایای تازه‌ای از این عملیات رو آشکار کرده. دی ماه 1398، فرودگاه بین المللی بغداد. سه تیم از نیروهای زبده عملیات ویژه ایالات متحده در ساختمان‌های اطراف و خودروها مخفی شدند. منتظر طعمه. قاسم سلیمانی. یار نزدیک خامنه‌ای که حالا جواد ظریف در فایل صوتی منتشر شدهش اعتراف کرده کلن برای حفظ بشار اسد و تقویت سلطه جمهوری اسلامی در میدان و منطقه بوده و نه خطر داعش. آمریکایی‌ها به مقامات عراقی اطلاع داده بودند ضلع جنوب شرقی فرودگاه، جایی که قرار بود عملیات حمله به کاروان خودروها انجام بشه، برای تمرین آموزش نظامی بسته شده. ساعت اولیه 13 دی ماه، ایرباس شرکت شام وینگز ایلانز سوریه بعد از ساعت‌ها تأخیر در انتظار آخرین مسافرش قاسم سلیمانی بالاخره در بغداد به زمین نشست. هواپیما با راهنمایی نیروهای واحد مبارزه با تروریسم کردستان در لباس خدمه زمینی فرودگاه به یک باند فرعی هدایت شد، جایی که چند تن از اعضای همین گروه در لباس کارگران حمل چمدان از نزدیک قاسم سلیمانی را موقع پیاده شدن شناسایی کردند. دو خودروی حامل فرمانده نیروهای قدس ابو مهدی مهندس و همراهانشون از فرودگاه بیرون زدند. سلیمانی در این سفر سه بار سیم کارت تلفنش رو عوض کرده بود. ماموران امنیتی اسرائیل رد سیم کارت ها رو به فرماندهی عملیات مشترک آمریکا دادند. دو پهپاد از سه پهباد مسلح به موشک‌های هلفایر بر فراز نقطه هدف به پرواز در اومده بودند. چشم به دوربین، انگشت سه تکتیرانداز روی ماشه لغزید برای پشتوانه حمله راکتی پهپادها در سه ضلع در فواصل 500 تا 900 متری محل تله. یکی از دوربین‌های این مثلث محاصره مستقیماً به سفارت آمریکا در بغداد، مقر فرماندهی عملیات وصل بود و فیلم ارسال می‌کرد. یک گروه از یگان پشتیبانی اطلاعاتی نیروی زمینی آمریکا هم همان شب در بغداد گراهای سلیمانی را جمع‌آوری و به فرماندهی اطلاع می‌داد. همزمان با ورود خودروی سلیمانی به منطقه مورد نظر، پهپادها دو موشک به اون شلیک کردند که در جا منهدم شد. خودروی همراهان فرار کرد، اما 100 متر جلوتر به دام تکتیراندازها افتاد تا سومین موشک از حرکت انداختش. های العجله الثانيه هذا البشر محترق لا حول الله يا ربي. این گزارش تحقیقی جک مورفی و زک دورفمن در یاهو نیوز. خبر از نقشه مشابهی برای شخصی به نام عبدالرضا شهلایی که گفته شده از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در خاورمیانه است و سالها عملیات کشتن نیروهای آمریکایی را طراحی می‌کرده هم خبر داده. موضوعاتی که هیچ کدام تا لحظه تهیه این گزارش از سوی دولت‌های عراق، اسرائیل و ایالات متحده تایید یا تکذیب نشده. بتیوسفی، اتاق خبر.